سلام دوستان، تو این ویدیو میخواییم با همدیگه بخش اول آهنگ نیویورک از سام ماهر رو یاد بگیریم. خب دوستان، برای اجرای این آهنگ ما از سه دسته سه نوته میخواییم کمک بگیریم. دسته اول این سه نوت، نوتای دو و چهار با دست راست و نوت شیش با دست چپ. این دسته دسته ایمون هستش و بعد از اون دسته بی که نوتهای 3-5 با دست راست حتما باید زده شه و نوت 7 با دست چپ. و در آخر دسته سی رو دست راست نوتهای 1 بسته، دست چپ نوت 5 رو قراره اجرا بکنه. و الگوش به این صورت هستش که راست راست چپ راست راست چپ راست چپ 3 مرتبه اجرا میشه. به جای دو ضرب آخر نوتای 7 و 8 رو اجرا کردم که به اصطلاح بهش میگیم پاساژ، که منتقل بشیم به دسته بیمون. توی دسته بی ما این سه نوت رو به همون ترتیب، یعنی راست راست چپ راست راست چپ راست چپ راست راست چپ راست راست چپ راست چپ دو دور اجرا میکنیم و بعد از اون دسته سی رو هم دو مرتبه اجرا میکنیم که میشه راست راست چپ راست راست چپ راست چپ. مجدد دسته ای رو تکرار میکنیم، فقط با این تفاوت که به جای اینکه پاساژمون یعنی همون 7 و 8 رو دور چهارم باشه، این سری رو دور دوم قراره که زده بشه که میشه راست راست چپ راست راست چپ راست چپ راست راست شب راست شب دوباره چهار مرتبه اجراش کردم. فقط به جای دور چهارم رو دور دوم پاساژ زدم. بعد از اون میایم این سری سراغ دسته سی. دسته سی رو اجرا میکنیم. دو مرتبه اجراش کردم و تو قسمت بعدی میریم سراغ دسته بی و با پاساژ سه تایی قرار اجرا بشه که داریم 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. من تعداد ضرب ها رو شمردم. مجدد میریم سراغ دسته ای، سه مرتبه اجراش میکنیم و روی دور دوم پاساژ رو میزنیم که میشه راست راست شب راست راست شب راست شب راست راست شب راست راست شب راست شب. و اینجا بلافاصله بعد از اینکه نوت آخر این دسته رو زدیم، یعنی سه دور تموم شد، شروع میکنیم نوت ها رو به ترتیب 1 2 3 4 5 6 7 اجرا میکنیم، ولی رفته رفته سرعت اجرامون رو کم میکنیم. یعنی اولش تنده و بعد رفته رفته به نوت 7 که میرسیم کم کم به تدریج سرعت رو کم میکنیم. حتما با حوصله و سرعت کم این کار رو چندین دور برای خودتون به صورت کامل تکرار کنید، مخصوصا وقتی میخواید سویش کنید به حالت بعدی، فاصله نیفته بین این سویش کردنتون تا بتونید با نظم اجراش کنید. بعد از اون رفته رفته خیلی با یه شیب ملایم سرعتتون رو زیاد کنید. حتما دقت کنید که سرعتتون رو یه دفعه زیاد نکنید، خیلی آهسته آهسته پله به پله زیادش کنید. من یه مرتبه براتون به صورت کامل اجراش میکنم.
دوستان برای یادگیری بهتر و اصولی تر این ساز پیشنهاد میدم که پکیج آموزشی ساز هنگدرام که اطلاعاتش رو براتون توی قسمت دسکریپشن همین پست قرار میدم تهیه کنید و یاد بگیرید که خودتون بدهن نوازی کنید و حتی آهنگسازی های سطح حرفه‌ای مثل همین آهنگ رو انجام بدید. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که خیلی خوب و راحت این آهنگ رو یاد بگیرید و آماده بشید برای قسمت‌های بعدیش که به مرور توی کانال گذاشته میشه. موفق باشید.